جایزه بهترین و با کیفیت ترین خودروی وارداتی در نمایشگاه مشهد میرسه به هوندا CR-V تولید چین اما سفارش اروپا. واقعا یه خودروی با کیفیت و فول آپشن. چقدر این جک در موتور کار آدم واقعا راحت میکنه. من نمیدونم این دوتا جک چند میفته برای خودروسازایی که خیلی از خودروی وارداتی دیگه اینو ندارم، ولی واقعا کارو راحت میکنه. یه خودروی هایبریدی هوندا CR-V، یه موتور 2000 سی سی تنفس طبیعی داره و یه موتور الکتریکی، مجموعاً میتونن حدود 205 اسب بخار قدرت و 345 نیوتن متر گشتاور تولید کنن. گیربکس هوندا CR-V از نوع CVT الکترونیک نسل سوم. خب ماشین 4 چرخ متحرک یا دو دیفرانسیل هست و همونجوری گفتم هایبریدیه. شیفترای پشت فرمون رو کن. صفحه کیلومتر خیلی قشنگه، خیلی قشنگه واقعا. داشبورد ببین چجوری باز میشه. ولی من نمیدونم داشبورد اینم چراغ نداره. بابا آخه این ماشین با این قیمت سفارش اروپا یه دونه چراغ تو داشبوردش نداره. چقدر کابینش با کیفیت و اسپورت و لوکس و همه چی در کنار هم، واقعا کابین قشنگ و با کیفیتی داره. تقریبا همه جا رو از پلاستیک سافتاچ استفاده کردن و ببین چقدر این لونه زنبوری ها قشنگه. هم اسپورتش کرده، اما علت اصلیش اینه که جریان هوا رو بتونه بهتر کنترل بکنه که نقطه‌ای نزنه مثل بعضی از ماشین‌های ایرانی و چینی. آدم نوک انگشتای دستش سیاه شه از سرما. خیلی قشنگه کابینش، خیلی قشنگه و امکانات خیلی خوبی هم داره. یه نکته هم بهتون میگم که دلیلی که خیلی کیفیت بالایی داره اینه که شما این هوندا رو اگر مثلا برین نسخه چینش رو سوار بشین یه کیفیت پایین‌تر و آپشن کمتر گیرتون میاد، اما خب گفتم این نسخه چین سفارش اروپاست، خیلی کیفیتش بهتره، فول آپشن، ترمز پارک برقی و اتو هولد و رادار و تنظیم و اصلا با بیل آپشن ریختن توش. هر آپشنی فکر کنید دیگه این ماشین داره و تو دندون مسلحه. اینم عملکرد گیربکسشه، خیلی باحال، دکمه فقط، یعنی شما اینجا پیو دارین، اینجا آرو دارین، اینجا انو دارین. اصلا کلا یه چیزیه که من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید. خب صندلیاشو نگاه کنین، خیلی فرم فراری و لامبورگینی نداره مثل ماشینای چینی، ولی هم چرم و فوم خوبی استفاده کردن و هم اصلا یه جور باحالیه، واقعا حالتون خوب میشه میشینین روش. صندلیای عقب هوندا CR-V هم قابل تنظیمه و باورتون نمیشه چقدر عقب این ماشین راحته. این طراحی جلوی خفن به نظر من فقط به هوندا میرسه. اینجا میتونید دیلایت ها رو ببینید. این جلو پنجره لونه زنبوری که نیست، لونه ملکه زنبوره و واقعا طراحی جذاب و جسورانه ای داره. خب اینجا دارین تایرهای 18 اینچی رو میبینین و نمای بغل خودرو رو، یه نمای خیلی مینیمال و شیک. چراغ عقب ماشین رو نگاه کنین، یه مقدار شبیه ولوو XC90ه، ولی خب یه مقدارم کشیدتش این و خیلی به نظر من قشنگ شده.